ویدیویی که قراره ببینین یه ویدیویی که حدوداً 2-3 سال پیش توی چنل قبلی یوتیوب من آپلود شده بوده، ولی من دوباره میخوام همه رو توی این چنلم، همه رو نه، یه سریا رو که بیشتر دوستشون دارم، یه سریاشون اصلا دوست ندارم. حالا در کل میخوام یه سریاشون رو دوباره آپلود بکنم توی این چنل و که داشته باشیم حالا دوتا یکی یا مثلا یکی از ویدیوها نصفه ویدیوی دیگه یه تجدید خاطره ای هم میشه. بریم با هم دیگه تو زمان سفر کنیم، بریم 2-3 سال پیش. بچه که توی این ویدیوه همونیه که الان اینجا وایساده، واقعا باور کردنی نیست برام اصلا که انقدر بود. همیشه واسم می نویسین تو کامنت ها نیک بیا، همیشه می نویسین، ولی الان که خودم اینجوری مستقیم دارم می بینم اینجوری هم که اوکی، این چقدر قدش از من بلندتره. نیک بیا بیا وایسا، اوت آف فوکسی وایسا، بیا نزدیک، بی پایین. یه ذره حرف بزن، صدات خیلی فرق کرده. سلام. وای باورم نمیشه. دلمش. آه خوبه خوبه. بریم بالا. یزوده. نه خب برو میخوایم جوایس چایی بزنیم. بریک بگیریم این پایین یکم. اون آره میشن ساکسسفول. خیلی کار سختیه. اصلا اینجوری شو نگاه نکنین. کسی که رموتیک سالو بازی نکردین. خیلی کار سخت. الان کامنت ها نو سگ میشن رفتی حالا. بلاگ کنسرت ونتونز قول داده بودم قراره که این دوتا رو با همدیگه آنباکس کنیم، بعدش هم وصلشون بکنیم. یه چیزی توش داره میلرزه، بعدم وصلشون بکنیم. این چراغ رو به بالای پنجرم، البته نمیدونم اصلا باتری میخوره، سه تا باتری قلم باتری داریم، امیدوارم باتری داشته باشیم. از وقتی که این پنجره دوتایی اتاقم رو دیدیم فکرم تو بلاگا که دوتا پنجره کوچولو داره اتاقم، رو مخم بود. یعنی کلن چون اتاق قبلیم توی ایرانم پنجرم یه دونه پنجره بزرگه و به نظرم خب اصلا واسه چی بعد اینجا دوتا پنجره کوچولو باشه، خب نمیتونستی یه دونش بکنی. سری چیزایی رو مخته و اصلا تو مرور زمان یادت میره که رو مخته. مثلا الان که پنجره من اینجوریه، یادم سال اولی که تو این خونه زندگی میکردیم خیلی رو مخم بود، خیلی دوستش نداشتم. الان اصلا یادم رفته که اتاق ایرانم که پنجرهش اینقدر مثلا بزرگ و یه دست بود مثلا چه فرقی داره با این. اصلا دیگه واسه مهم نیست. خیلی جالبه که اون موقع اینقدر مخم بود. برای همین میخوام از این موقعیت استفاده بکنم و یه کار بکنم که این دوتا پنجره بودنه یه جوری باشه که خوشم بیاد، یه حالت کلاسیکی داشته باشه. نمیدونم، واسه همین از آیکیا یه از اینا گرفتم و دقیقا چیزی بود که تو ذهنم بود. کلا آیکیا که میری همون چیزایی رو پیدا میکنی که تو ذهنت هست. خیلی باحاله. مثلا من این صندلیه رو خیلی دوستش دارم، یا مثلا اینو. من عاشق آیکیام واقعا دیگه عادی شده. یعنی اصلا اون موقع خیلی ذوقشو داشتم و قشنگ اینجوری هم که وای آیکیا، مثلا الان اینجوری هم که اصلا ای بابا حوصله ندارم برم. یعنی چقدر فرق میکنه آدم به مرور زمان، خصوصا وقتی که خب اونجا اوایل مهاجرت همه تقریبا، و الان اینجوری هم که اصلا دیگه فکر نمیکنم به اینکه دارم توی یه کشور دیگه زندگی میکنم، انقدر دیگه واسم عادیه. مثلا نمیخواستم این ویدیوها رو بذارم، من داشتم ادیتش میکنم. یه چک میتونیم ببینیم، یه چک نهاییه و میخواستم احساس میکنم که بدم نیست که یه حرفی وسطش بزنم. بهم بگین که دوست دارین وسطش بیام باهاتون صحبت کنم یه حالت ریاکتور، یا اینکه نه دوست ندارین، چون قطعا بقیه ویدیوهام هم میخوام بذارم. اینم بهتون میگم که دارم قسمت جدید مانیکست رو مینویسم.
یه ذره متفاوته، شاید اونقدر حس آرامش بهتون نده، ولی شاید برم حس این که اون موقعیت به چش یه نفر دیگه درک شده رو بهتون بده، نمیدونم، ولی شاید یه ذره اعصاب خرد کن باشه. ولی میدونین که من خیلی دوست ندارم کار تکراری بکنم واقعا. واسه که بعد باز بشه، یعنی توی دستورالعملش نوشته واسه که بعد باز بشه. مامان باتری قلم داریم؟ مامان میز تلویزیون کشوی سمت راست. مرسی. بار اول فیلم نگرفتم. مامان باتری قلم داریم؟ کشوی میز تلویزیون سمت راست. هنوز باتریامون همونجاست. 100 سال دیگه هم همونجا خواهد بود. کلا فکر کنم ایرانم تو میز تلویزیون کشوی سمت راسته. دقیقاً درست گفتی. یعنی اصلا امکان نداره، یعنی هر جا بریم باتری ها اونجاست. شمال هم همونجاست. شمال هم همونجاست. شمال هم همونجاست. دارم ولاگ میگیرم امروزو. هوا رو ببینین، این هوا چه هواییه. دارم نمیاد چه هوایی بود. فکر کنم هوای مورد علاقمه. الان هم همینه، ولی دیگه انقدر بهش توجه نمی کنم. اثرات پیریه نه؟ اونجا 18 سالمه، اینجا 21. از اینجا بیاد بره پایین و دوباره بره بالا. آره اینجوری خوب میشه دیگه. خوب نمیشه؟ خوب میشه. حالا فوقش هم خوب نمیشه، اتفاق منفجر نمیشه که اتاقم منفجر میشه. اینو باتری ها اینجا ستونی فروخته میشن، مثل ایران نیست دوتا دونه میذارن توی ستونی باتری میفروشن. من اگه مامانم این ویدیو رو ببینه چیز میشه، عصبانی میشه. با دندونت نکن. میدونیم که همیشه قبل از اینکه ویدیو رو پست بکنم یه دور قطعا باید مامانم ببینه، یعنی اصلا نمیشه اگه مامانم نبینه پست نمیشه. اصلا یه سری وقتا به خاطر همین موضوع پست کلی عقب میفته، چون مامانم نتونسته ببینه و حتما تاییدیه رو بگیره. خیلی وقتا هم خب یه ایده ای میده، موزیک پیشنهاد میده، یا مثلا یه تیکر رو میگه اگه یه ذره کات کنی بهتره، تیکر میگه اگه یه ذره اضافه کنی بهتره. یه سری چیزا هیچ وقت عوض نمیشه، این از همون چیزاست. همین الان هم مامانم باید همیشه تاییدیه ویدیو رو بده و اولین نفر همیشه میبینه. همیشه همینجوری بگم، همیشه همینجوری بگم. وزارت ارشاد هم من. آره مهندس ناظر ویدیوهای چنل وزارت ارشاد. نمیدونم چجوری بقیه مثلا یه دور خودشون ویدیو رو میبینن همونو میذارن. بعضی وقتا هم نمیبینن به نظر من. حتی خودشون هم نمیبینن. نه. کی داری دیس میکنی؟ یه نفر تو ذهنم بود ولی نمیخوام بگم کی. چقدر خوشگله. خوشم اومد. بریم که نصفش کنیم. نمیدونم تو آشپزخونه ولاگ میداری، ولاگ میگیری تو آشپزخونه. ماما ببین چقدر خوشگله. آره ماما جزء لباسته؟ نه میخوام وصلش کنم اینجا. نمیدونم انگار یه مشکلی داره، یه چیزیش کمه، یا یه ذره انگار شلخته است مدلشه. شاید چون دور پنجرم شلخته است، ولی دوستش دارم. و یعنی به نظرم باحال شد، حتی چراغاشو بالا الان فیکس کردم، این دوباره رو به بالا شد. میدونی نمیدونم انگار یه مشکلی داره ولی متوجهش نمیشم، بنابراین ولش میکنیم ببینیم که حالا مثلا بعدا عادت میکنم بهش یا شاید جوشو عوض کنم، ولی فعلا خوبه، فعلا میذارم باشه. ولی اگر شما مشکلی میبینید یا به نظرتون خیلی زایه شد برام بنویسید. اینه که امشب شام پیتزاه. داشتم الان با نیک دوباره گیم میزدم، بعد انقدر باختم دیگه فکر کنم برای امشب گیم کافیه.
الان میخوام ماسک بذارم، ولی خب قبلش حتما حتما باید صورتم بشورم. چه حوصله اسکین کری داشتم و چقدر تو ویدیوهام راجع به اسکین کر صحبت میکرد. نیک فقط چقدر صحبت آره میدازم تو ویدیو ها. محوی بله. چقدر صحبت میکنم راجع بهش. الان اصلا آخرین باری که ماسک گذاشتم یادم نمیاد. به صورتشون با آب بشورین، بهترین چیز. اصلا این پسرا نمیدونن چقدر پوستشون خوبه چون اصلا صورتشون رو نمیشورن. کلا حتی قبل از اینکه بخوام صورتمون رو اسکراب هم بکنیم، لای برداری بخوایم بکنیم، باید حتما صورتمون رو بشوریم. من اینو نمیدونستم. همیشه بله فاصله بعد از اینکه آبو میزدم به صورتم، صورتمو اسکراب میزدم، ولی فهمیدم که نه، اول بعد صورتتو بشوری بعد اسکراب کنی. حالا از اینا بگذاریم. ماسکی که میخوام استفاده بکنم ماسک مارک دکتر ارگانیکه، برای تمیز کردن منافذ و اینجور چیزاست. کلا عمیق تمیز میکنه. هفته دو بار استفادهش میکنم. فعلا تاثیر آنچنانی ازش نگرفتم، ولی بد نیست. یعنی بعد از که ماسکو پاک میکنی حس خوبی بهت میده. اول از همه میخواستم ازتون تشکر بکنم برای اینکه 5000 نفر شدیم توی یوتیوب. البته خیلی میتونست بیشتر باشه، ولی قراره که خیلی بیشتر ویدیو بذارم، خیلی بیشتر تلاش بکنم که یه ذره بیشتر بشیم که بتونم کیفیت کارم رو ببرم بالاتر. چقدر لوس، چقدر یواش، چقدر گرلی. من اصلا الان اینجوری صحبت نمی کنم، اصلا لحن صدام کاملا عوض شده و چقدر رو مخمه. کاش دیگه اینجوری صحبت نکنم. قول میدم هیچ وقت دیگه تو زندگیم اینجوری صحبت نکنم. فهمیدین چرا ویدیو کمتر میذارم؟ خب تو به من میگه بریم با هم داد بزنیم و خودش داد نمیزنه. خب چرا داد نزنیم؟ ما خونمون خیلی شلوغه واسه ویدیو گرفتن. یوتیوبرها همشون تنها زندگی میکنن به خدا. راستی بهتون میگم که این چراغ رو درستش کردم. بچا من مشکل اینو حلش کردم. هم یه ذره اون شکستگی سیماش برطرف شد، هم که برعکسش کردم. بعد به جای اینکه از اینجا بیاد از اینجا بره، من از اینجا ولش کردم. و خب همینطور اون یکی چراغ رو ولی دیگه واسه این ولاگ بسه. احتمالاً همینجا دیگه تموم میشه. احتمالاً که آره تموم میشه. اگر ویدیو رو دوست داشتین، اگر حس خوبی بهتون داد، حتما حتما لایکش بکنین، سابسکرایب بکنین چنل رو اگر دوست داشتین. اینجوری خیلی به من کمک میکنین، خیلی بیشتر انرژی میگیرم. همونطور که 5000 رو شدیم الان و انقدر انرژی گرفتم و این هفته 3 تا ویدیو گذاشتم، قطعا هر چقدر بیشتر استقبال بشه خب یه ارتباط دو نفر است بین مخاطب و تولید محتوا کننده. خلاصه اینکه مرسی که تا آخر ویدیو رو دیدین. خیلی خیلی زیاد دوستتون دارم. 5000 تا. الان اینجا چند تا؟ 3000 تا، 4000 تا. عددا قبلا واسم مهمتر بود. الان مهمه ها، همیشه عدد کلا مهمه. ولی خب یه ذره حسودیم شد حقیقتش به خودم. دیدی چی مزدیم دیگه. مرسی که میذارین من ویدیومو تو آرامش بگیرم. من برم بقیه ویدیوامو درست بکنم. اگه خوشتون اومد از اینکه این مدل دارم ویدیوام میذارم، ریاکت بیشترم میتونم برم واقعا. شاید یه ذره خودم دیس کنم، بامزه باشه، نمیدونم. پیژامتو خیلی دوست دارم. نیک خوبه چقدر؟